تعلیم و تربیت از مهمترین کارهایی است که عبدالبها در طول زندگیش در این جهان بدان اشتغال داشت. او تعلیم و تربیت را عامل اصلی و مهم برای اصلاح جهان و نوسازی جامعه می‌دانست. وی می‌گفت مهمترین مشکل جهان کنونی جنگ و اختلاف میان انسان هاست که باعث ویرانی جامعه شده و می‌شود. عامل اصلی جنگ هم از نظر او تعصب بود. عبدالبها می گفت تعصب نتیجه نادانی انسان هاست و برای رفع نادانی انسان ها راهی جز تعلیم و تربیت نمی ماند. تعلیم و تربیتی صلح دوستانه و وحدت محور تا تعصبات مختلف رایج در فرهنگ های گوناگون جامعه های کنونی رفته رفته از بین برود. به حدود 150 سال پیش در رساله مدنیه به حاکمان و مصلحان اجتماعی ایران می گوید لازمترین کارها گسترش دایره امور آموزشی است. هیچ ملتی بدون پیشرفت در این امر مهم رستگار نشده است. بنابراین لازم است کتابها و رساله های مفید تألیف شود و آنچه را مورد نیاز کشور است و باعث پیشرفت و توسعه می شود با روشی استدلالی نوشت و به همه جای کشور فرستاد. از طریق افزایش انتشار کتابهای سودمند علمی و فرهنگی می توان اندیشه های برتر انسانی را منتشر نمود. تربیت از دیدگاه عبدالبها چندگانه است. با همه اهمیتی که برای تربیت معنوی انسان‌ها از کودکی قائل است، به جنبه‌های دیگر وجود انسان نیز بی‌توجه نیست. او دو نوع تربیت دیگر را هم به ما یادآور می‌شود. تربیت جسمانی که شامل تغذیه، ورزش و بهداشت جسم است و نیز تربیت انسانی که شامل آموزش علم و مهارت‌ها و هنرهای مختلف است. عبدالبها در رساله مدنیه برای ایجاد نظام آموزشی می نویسد از جمله اموری که نیازمند اصلاحات کامل است روش یادگیری علوم و ترتیب تحصیل هنرها و مهارت هاست. زیرا به علت نبود نظم و ترتیب لازم بسیار پریشان و پراکنده گشته است و یادگیری بسیاری از مهارت ها و علوم بیش از اندازه به درازا می کشد و دانش آموزان عمر و فکر خود را صرف اموری می نمایند که هیچ فایده علمی و کاربردی ندارد. این موضوعات شامل تعمق در گفته‌ها و اندیشه‌هایی است که اگر به دیده بصیرت نگاه کنیم واضح می‌گردد که این مباحث اوهام محض و تصورات بی‌فایده و ملاحظات بیهوده است. معلوم است که صرف وقت برای چنین موضوعاتی جز هدر دادن عمر دانش آموزان نتیجه ندارد. بلکه انسان را از تحصیل علوم و فنونی که از لوازم مورد نیاز جامعه بشری است ممنوع و محروم می نماید. عبدالبها زمانی این دیدگاه را مطرح کرد که در ایران چیزی به عنوان نظام آموزشی وجود نداشت و آنچه هم در مکتبخانه های متداول آن زمان آموخته می شد ارتباطی با نیازهای گوناگون مادی و معنوی جامعه نداشت. در زمینه تعلیم و تربیت امروزی و کارآمد همزمان با ربع قرن آخر حیات عبدالبها به دستور او و به همت برخی بهائیان در اواخر دوره قاجار در شهرهای مختلف ایران مدارسی برای پسران و دختران راه اندازی شد. این مدارس برای آموزش علوم و هنرها و آداب اخلاقی ساخته شدند تا نسلی دانا و مفید به بار آورند. عبدالبها به کارکردهای مختلف تعلیم و تربیت پرداخته است. از جمله این کارکردها کاهش تبعیضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی میان زنان و مردان یا میان گروه اکثریت با گروه های اقلیت مثل شکاف میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در جامعه امریکاست. کارکرد دیگر آن تعدیل اقتصادی و از بین بردن فاصله بزرگ میان دارا و ندار است که خود علت بسیاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی در گوشه گوشه جهان ماست. در این میان عبدالبها با الهام از تعالیم بهاءالله به تعلیم و تربیت دختران بیش از پسران توجه داشت. دلیل آن را هم دو چیز می‌دانست. یکی این که به جبران قرن‌ها تبعیض علیه زنان جامعه کمک کند تا زنان پیشرفت کنند و توانایی‌ها و استعدادهای خداداد خیش را شکوفا نمایند. دیگر این که دختران چون مادران مردان و زنان آینده‌اند از هر نظر سازنده جامعه آینده‌اند. از توانایی و دانایی آنها به بنای فرهنگ و تمدن آینده بشری می انجامد.